ما چهار نوع متغیر داریم از نوع اینکه حالت ساده نیستن، ما میگیم حالت در واقع کامپلکسن یا پیچیده. لیست بود، تاپل بود، دیگه فهمیده تاپل خیلی ساده است انصافا، و اینکه شما لیست رو بلد باشه عملا تاپل رو میتونید ببرید تو لیست، هر بلایی میخواید سرش بیارید و برش گردونید تو همون حالت تاپل رو ازش استفاده کنید. دقیقا میتونید بیاید چه میدونم متغیر تاپل رو بیاید توش دیتا هم بذارید و فور بندازید و این کاری که انجام میدادید. دستور دیگه ای داریم، متغیر دیگه ای داریم به نام دیکشنری و یه دونه هم داریم به نام ست. اینا چی هن؟ اینا خود دیتابیس هن، حالا خصوصا دیکشنری کلید داره. کلید چیه؟ مثلا من دیتابیس هم ران کنم که ببینید چه اتفاقی میفته. ما لوکال هاست رو من بذارم. من یه دیتابیس دارم به نام MySQL یا MySQL، البته SQL در واقع SQLite رو هم داریم که میتونید توی پایتون یا تو اندروید هم ازش استفاده کنید. زیادن، خب SQL ها از نوع تیبلی زیادن، خود SQL، اوراکل، MySQL، SQLite، فایربیس، همشون هستن، همه هم خوبن. ولی خب یه درش رو حالا همینجا بهتون نشون بدم چیه. ناکه من روی این گزینه پیش مای ادمینم که کلیک بکنم، فرض کنید یه همچین چیزی، فرض کنید یه همچین چیزی هم هست. به این ها میگن کلید، کی، آیدی، یوزرنیم، پسورد. اینا هم ولیو هم که توش قرار میگیرن. حالا بازه یه چیزی بیارم که موقع دیتاش بیشتر باشه. سعی شد گزینه داره به نام آیدی، گزینه داره به نام ایمیج، گزینه داره به نام آلت. اینها بهش میگن کلید. خب به اینها میگن کلید. توی هوش که ما به اینها میگیم فیچر، ویژگی. و اینا چی هم؟ ولیو های در واقع این کالمناتون یا این کلیداتون هستن. این ولیو هایی هستش که برای این کلید استفاده میشه، این ولیو هایی هستش که برای این کلید استفاده میشه، این ولیو هایی هستش که برای این کلید استفاده میشه. خب دیکشنری هم همینه. دیکشنری یه چیزی شبیه به همین هستش. من حالا نمیخوام زیاد در موردش بگم که به چه صورت هستش. فرض کنید یه دیتا دارید و ایشون رو با بریس باز و بسته میان تعریف میکنن و شما میاد اینجا، من یه اینتر میذارم، مثلا مینویسی first name دو نقطه مثلا و مقدار تورج رو هم میذارم اینجا. خب داره ایرادی میگه، میام روش نگه میدارم، برمیگرده که first name is not defined در واقع تو پایلنس. یعنی برمیگرده میگه که بابا جان این مقداری که تو داری میذاری باید کلید تو چی باشه؟ توی دابل کوتیشن باشه. خب اوکی، یعنی من این رو به این صورت قرارش بدم. خب پس کلیدت و ولیوت اینجا هم دو نقطه، دو نقطه حکم اسائن رو داره. حالا زبانه دیگه کار نکرده، این دقیقه خود جیسونه. خب یعنی این خود جیسون مو نمیزنه با جیسون و جیسون هم یه زبانه یکی هستش بین تمام زبان ها اصطلاحا میتونه بیاد و چی میگن ارتباط بگیره، بیاد باشون کانکت بشه و همه میتونن ازش استفاده بکنه. یه فرمت قیافش همیشه شبیه به جیسون میمونه. من اینجا اومدم یه دونه متغیر تعریف کردم به نام فرست نیم با ولیو تورج. میام اینجا برمیگردم میام با کاما هم جدا میشه اینو بعدی. لاست نیم میذارم آرمین، اینجا هم بعدی رو مینویسم مثلا فادر نیم علی و مثلا دوباره متغیر اج. ببین عددی میذارم، مثلا ربطی نداره، چه میدونم پی اچ دی، این رو هم میذارم مثلا ای آی اوریج، معدلم 16 ممیز مثلا 1. دیگه چیزایی که میتونه وجود داشته باشه، استرینگ گذاشتیم، یه علکی یه چیزی هم اینجا من میذارم مثلا چک ترو، ترو تو هم با به این صورت، یعنی بولین گذاشتم، اعشاری گذاشتم، استرینگ و اینجا مقدار عددی هم گذاشتم به این صورت. خب اولین کاری که میکنید شما میاد یه پرینت میکنید مقدار دیتا رو، بعد یه پرینت هم میکنید مقدار چی رو، تایپش رو، گزینه دیتا. میام اینجا و یه CLS میزنم و اینجا میزنم. خب برمیگرده میگه که دیکشنری. دوم هم که اومد اینجا به
برگردون. پس من یه کلاسی دارم از نوع دیکشنری و فهمیدم که به این صورت میتونه قرار بگیره و اینها کی دارن یا کلید دارن. این کلیدشه، این ولیوشه، این کلیدشه و این ولیوش هستش. من چه جوری دیگه میتونم صدا بذارم؟ شما توی لیست قبلا ایندکساتون چی بود؟ از صفر شروع میشد، میشد 1 2 3 4 5 تا لن، در واقع اون متغیره اگه اسمش x باشه تا منهای 1. توی لیست ها که دقیقا شبیه دیتابیس میمونه به این صورت هستش که کلید شما یا ایندکس شما دیگه اعداد نیستن. ایندکس شما چی هست؟ first name، last name، father name، چه میدونم age، phd، اینا کلید های شما، average، check، همه اینا اینا کلید های شما. خب من میام برمیگردم میگم که میخوام، اوکی من اومدم دیتا رو چاپ کردم و دیدم، حالا میخوام بیام و بگم ببین من دیتا صفرمو میخوام ببینم چی برمیگردونه. دیتا صفرمو زدم برمیگرد میگه کلیدت اروره بابا، این ارور کلید کلیدی داری شما، اصلا کلیدی هم داره بهت میگه که ارور داری، این کی صفر نداری که، تو یه کی صفر نداری که. چرا؟ خب به خاطر اینکه من دیگه بعد اینجا بیام چی بنویسم؟ بنویسم خودش هم اینجا بهت داره میگه، نگاه کن وقتی که داری میزنی اینجا داره بهت میگه، میگه نگاه کن کدوم کلیدا رو میخوای، کدومشون رو میخوای. من میگم فرست نیم، میام اینجا میزنم ببین الان تو رج چاپ کرد، میام کنترل سی کنترل وی میزنم برمیگردم میگم لاست نیم رو بهم بده. دیگه اینجا کلیدا تغییر کرد، کلیدایی که شما ایندکس شما تغییر کرد. ایندکس شما قبلا بود توی لیست و تاپل صفر تا لن منهای 1، اینجا میشه چی؟ بله اینجا میشه به این صورت که دارید میبینید کلیداتون اینها هستن، لاست نیم، فرست نیم، فادر نیم، اینا میشن کلیداتون. اگه من کنترل سی کنترل وی بگیرم باز بیاد اینجا مقدار دیتا رو بزنید، لاست نیم مثلا چه میدونم اج رو بزن، خودش بهت کمک میده، یه کنترل اسپیس هم بزنی خودش کمک بهت میده، بزن چه میدونم پی اچ دی، چه میدونم بزن دیگه چیا مونده، چک، همه اینا رو بزن، خروجیش رو ببین، میزنی دونه دونه همه اینا رو برات میاد دونه دونه برمیگرده به این شکل. پس من دیگه تو حالت دیکشنری حق ندارم بیام از اعداد استفاده بکنم، به من ارور میده و من میتونم کلید هام رو صدا بزنم و کلید هام رو بیام شروع کنم استفاده کردن. خب این میشه مثال خوبی ازش حل کرد. حالا فعلا من تا همینجا در موردش صحبت میکنم، اومدم به این شکل نشونش دادم. آیا میتونم بیام اینجا برگردم بگم که پردازش بکنم، بگم مثلا 0 تا 3 یه همچین چیزی رو من خروجی برمیگردونه؟ بازم ببین داره میگه اصلا آن بحث آن هشبل پیش میاد، میگه اصلا تو اومدی خراب کردی و اومدی از اسلایس میخوای این مدل رو در واقع بیای اسلایسش بکنی، داره بهت میگه که نمیتونی این کار رو بکنی و از این مدل استفاده بکنی. پس اولا کاری که تو لیست میخواد میتونستی انجام بدی اینجا نمیتونی انجام بدی، حواست باشه. و اینجا تو دلت هم بخواد مدل های مختلف چیز داره، در واقع متد های مربوط به خودش رو داره و شما میتونی ازش استفاده بکنی. چه جوری یاد میگیری؟ حالا به مرور زمان جلسه بعد در موردش صحبت میکنیم. فعلا اومدم کلید و ولیو دادن ها رو بهشون گفتم، پرینت کردم و تایپش رو دیدم. جلسه بعد در مورد متدهاش کامل صحبت میکنیم.